آموزش نرم افزار سینمافوردی روش چیدمان اختصاصی منوها و ابزارها رو در این بخش با هم مرور میکنیم. خب مدلی که در حال حاضر مشاهده میکنیم و یا به عبارت اینترفیسی که شما در حال حاضر میبینید اینترفیس و یا منوی استاندارد نرم افزار سینمافوردی هست برای اینکه شما بتونید در واقع محیط سفارشی خودتون رو داشته باشین به راحتی با استفاده از ابزارهای درگ که نرم افزار سینما در اختیار شما قرار میده میتونید فقط با کشیدن و رها کردن و به صورت کاملا گرافیکی محیط رو به حالتی که مد نظرتون هست و نیاز دارید بچینید در کنار هر منوی در این بخش های نقطه چین و یا فرو رفتگی دیده میشه که با بردن موس روی این بخش ها همطور که مشاهده میکنیم موس تغییر شکل میده و به حالت آیکون دست در میاد شما میتونید به راحتی با گرفتن این ابزارها و کشیدن اون ابزار به محل مورد نظر خودتون و رها کردن اون منو رو به بخشی که میخواین انتقال بدین به عنوان مثال نیاز هستش که من ابزارهایی که در این بخش قرار گرفته رو به سمت راست ببرم و در اونجا قرار بدم میتونم از این بخش به این شکل ابزارها رو گرفته و در این بخش رها کنم همطور که ابزار ابزارهایی که در این بالا بودن به سمت راست منتقل شدم و با استفاده از اسکرول موس میتونم به تمامی این ابزارها دسترسی داشته باشم شاید نیاز باشه که برای تعدادی تغییرات دیگه نوار تایم که در این زیر قرار گرفته رو به بالای پنجره ویوپورت ببرم برای این کار میتونم با استفاده از این بخش و به صورت درک کردن نوار تایم لاین رو به سمت بالا انتقال بدم همونطور که میبینیم با استفاده از درگ اندراف یا همون کشیدن و رها کردن میتونم به راحتی تغییرات مورد نیاز رو بدم و حتی شاید نیاز باشه که من تمامی منوها و ابزارها رو در یک سمت جمع کنم برای این کار میتونم به راحتی با استفاده از نقطه چینی که بر روی هر ابزاری یا منویی قرار گرفته این کار رو انجام بدم به عنوان مثال من ابزارها رو کنار دیگر ابزارک هایی که به صورت استاندارد وجود داره قرار میدم و حتی ابزارک هایی که در بخش نوار تایملان قرار داره رو میتونم به سمت چپ و در کنار ابزارک های دیگه قرار بدم و به این شکل و به راحتی محیط سفارشی شده خودم رو ایجاد کنم بعد از انتقال حتی میتونم پنجره ویوپورت رو کلا به محل دیگه ای انتقال بدم و با بردن موس به لبره های پنجره ویوپورت میتونم این پنجره رو تغییر سایز بدم و در واقع به اندازه ای در بیارم که بهش نیاز دارم به این شکل من جاهای مختلفی رو میتونم برای خودم داشته باشم و منوها و ابزارهایی رو که نیاز دارم رو در دسترس خودم و به عبارتی دم دست خودم قرار بدم به عنوان مثال در بخش کریت شاید نیاز باشه که ابزارهای مربوط به آبجکت رو و یا برخی از ابزارهای آبجکت رو در دسترس خودم قرار بدم و بتونم به راحتی به اونا دسترسی داشته باشم و یا میتونم دوربین یا همون کمرا رو در دسترس خودم قرار بدم به این شکل که دکوریت رفته از تب کامرا دوربین رو میتونم به این بخش انتقال بدم که البته به صورت استاندارد نرم افزار سینما بخش کامره رو در دسترس ما قرار داده حتی شما میتونید زیر منوها رو به راحتی انتقال بدیم به این شکل که من کامرا رو انتخاب میکنم و همین حالتی که در اینجا مشاهده میکنیم که اجازه میده ما منوها رو از هم دیگه جدا کنیم و تغییر بدیم رو میتونیم در زیر منوی کمرا هم ببینیم با کلیک کردن و گرفتن این نقطه چین در زیر منوی کمرا میتونم پنجره کمرا رو به بخش دلخواه انتقال بدم به این شکل به اینجا اومده به این بخش و با کلیک کردن روی نقطه چین هایی که در روی نوار کمرا قرار گرفته میتونم این انتقال منو رو به راحتی انجام بدم و همونطور که می‌بینید ابزارهای کمرا کاملا جدا شده و اینجا در اختیار من قرار گرفت. شاید نیاز باشه که منوهایی که در اینجا قرار گرفتارم به این شکل انتقال بدم. بنابراین من میتونم در واقع نوار تایملاین و منوها رو تغییر بدم به این شکل که نوار تایملاین رو با استفاده از نقطه که در اینجا قرار گرفته گرفته و به بالای منوها میبرم. همونطور که می‌بینید نوار تایملاین در بالای منوها قرار گرفت که این حالت اجازه میده که بتونم نوار تایملاین رو در سرتاسر سر صفحه و به صورت کاملا افقی در اختیار داشته باشم و به این ترتیب جای بزرگتری رو برای حرکت دادن و در واقع کار با فیلم ها رو بتونم در اختیار داشته باشم این قابلیت یکی از منحصر به فرسنی قابلیت های نرم افزار هستش که شما میتونید به راحتی و با فقط کشیدن و رها کردن منوهای اختصاصی خودتون رو بسازید همچنین بعد از اینکه این تغییرات رو اعمال کردید و نیاز بود که به حالت اولیه و استاندارد نرمافزار افزار سینمافوردی برگردید. به راحتی میتونید از بخش لایات و با انتخاب مجدد استاندارد محیط نرمافزار افزار سینمافوردی رو به حالت قبلی برگردونید. خب تا اینجا یاد گرفتیم که چطور ابزارهای سینمافوردی رو و منوها رو در بخش پنجره ویوپورت و کلا اینترفیس نرم افزار سینما فوردی به دلخواه خودمون و بنابر نیاز بچینیم و تغییر بدیم